الان که داره هوا گرم میشه کم کم، اگزون تصمیم داره یه سری ویدیوهای فرهنگ سازی بسازه، ویدیوهایی در مورد تاریخ چیزای عجیب و غریب. اولین موضوعش همینه که تاریخ عطر، تاریخ پرفیوم، تاریخ اتکلون ها چجوریه؟ چی شد که انسان یه چیزی رو کشف کرد و فهمید که این بوی بهتری از بوی معمولی بدن خودش میده و تصمیم گرفت که اون رو استفاده کنه؟ سلام، من جواد آزادی هستم، یکی از ویدیوهای پادکست اکسونه. اگر ما رو توی یوتیوب ببینید حتما ما رو سابسکرایب بکنید دیگه بچه ها، سابسکرایب کنید. اگر هم توی فید پادکست ما رو میشنوید ممنون میشم که اونجا هم ما رو سابسکرایب کنید، و اگه هر جایی میشنوید فکر کنید این ویدیو جالبه، خیلی خیلی به ما کمک میکنه که این ویدیو برای چند نفر ارسال بشه. ببینید بچه‌ها، یه چیزی حدود 17,000 نفر دارن توی پلتفرم پادکست ما رو میشنون، ولی تو یوتیوب به هیچ عنوان این تعداد نیست مخاطب ما. به خاطر همین خیلی خیلی خوبه که اگر توی پلتفرم پادکست دارید میشنوید، یه لینک توی دیسکریپشن اون پایین هست توی توضیحات، اونجا برید کلیک کنید، پاشید بیاید توی یوتیوب، اونجا محتواها رو ببینید، چون جا محتوای بیشتری میاد، تنوع بیشتری هست و فهم کنم که حتما شما ازش خوشتون میاد. تو مصر باستان مردم معتقد بودن که عطرها عرق خدای خورشیده را، البته یک خدایان دیگری، یک خدایی مثل مثلا نفرتیم وجود داشت که این خدای طلوع خورشید بود و مثلا الهه نیلوفر آبی هم بود، و این رایحه نیلوفر آبی برگرفته از اون نفرتیم و اینها بود. آدمای پولدار این عطرها رو مثل مر، مثل نیلوفر آبی، مثل دارچین، اینا رو تو روغن براشون میخوابوندن. اینا حالا به مدت زیاد که این رایحه بیشتر بشه میآوردن، برمیداشتن روی بدنشون میزدن، با این مومیایی میشدن، و این در حالی بود که عوام طبیعتاً چیزی نداشتن و میبایستی توی عرق خودشون وقتی داشتن اهرام رو میساختن غرق بشن. تو قرن 11 تا 16 قبل میلاد مصر باستان تو اوج دوره شکوفایی خودش بود، تو پولدارترین حالت خودشون بودن. اون زمانیه که توتنخامون، مقبره توتنخامون ساخته شد، دره پادشاهان ساخته شد، اون معبد لاکسر ساخته شد، معبد اقصر ساخته شد. اینا ویژگی ها و مثلا نمودهای اوج اون تمدن باستانی بود. تو این دوره مثلا مردم عادت داشتن که یه کلاهایی رو بالای سرشون بذارن که اینا مثلا پر شده بود از گیاهای معطر، از عطر، از اینا، و مثلا با اینا برقصن، با اینا کاراشون رو انجام بدن، با اینا تو مهمونی ها شرکت کنن و در نهایت با اینا خاک بشن. این یه ایده بود که خیلی ها باورش نداشتن، تا اینکه توی سال 2019 پیدا شد. یه دیرینه شناس، یه باستان شناسی به اسم آنا استیونز پیدا کرد دوتا جسدی رو که با این کلاها خاک شده بودن. فکر کنید چقدر مهم بوده. و اینها تو اون زمان این مهم بوده که با بوی عطری که حالا مثلا مسته به اون ناحیه خودشون هم بوده اینا استفاده کنن. میگم دیگه، مثل نیلوفر آبی، مثل دارچین، مثل مر، اینایی که مثلا سنتی رو توی مصر باستان پیدا میشه. این قضیه به یونانیان و رومیان باستان هم رسیده بود. یونانی ها این دعاخ و رسم استفاده از عطرها رو به رومی ها یاد داده بودن. منتها اولین عطرهایی که اونجا داشتیم یه چیزایی بود که با استفاده از روغن زیتون درست میشد. یعنی فکر کن شما یه آدمی بودی که صبح تا شب جابجا میشدی، بوی پاستا میدادی. و اصلا این حجم زیاد بوی پیتزا و پاستایی که میدادی، الان نمیدونم میشه انجام بشه یا نه. این ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره توانایی های عطرسازی پیشرفت کرد. اینا میمدن از چوبا استفاده میکردن، اینا هم از دارچین استفاده میکردن، عطر چوب ها رو توی روغن ها استفاده میکردن. کم کم باز پیشرفت، مثلا پوست انار، مثلا مرزنجوش، گیاهای عطردار، اینا رو میآوردن استفاده میکردن. اما بیشترین و بزرگترین استفاده اینها از یک گیاه عطردار معطر چیزی بود به
اسم کندور، میگن اینا سالانه 3000 تن کندور میسوزوندن. اینا میآوردن تو حماما استفاده میکردن، حتی به کف پاشون میزدن، جابجا میشدن، با این عطر دوست داشتن خاطره ازشون بمونه و در نهایت هم با همین خاکشون میکردن. این استفاده از عطر تو اون دوره توی سلسله های دیگه هم استفاده میشد. مثلا چینیا خب طبیعتا میدونیم دیگه از عود خیلی استفاده میکنن، اما اینا فقط یه بخش کوچیکی از استفاده چینیا از عطر. اینا یه کیسه های ابریشمی و خانوماشون میدوختن که توش گیاهان عطردار رو استفاده میکردن و اونو جا به جا میکردن با خودشون، در نتیجه اون عطر اون گیاهان خوشبو رو هم با خودشون جا به جا میکردن. اسمای زیادی هم داشته، هباو، جیانگ باو، جیانگ نانگ. اینا یه کیسه های ابریشمی و رنگ و ابریشمی رنگ و وارنگ و قشنگی بودن که مثلا تولید میشدن، گیاه های معطر رو استفاده توش میذاشتن و جا به جا میکردن. یعنی حتی پادشاه هم از این استفاده میکرده، میرفته با این ورانور و از هر کی خوشش میومده اون کیسه رو میداده یا بخشی از اونو میداده و اصلا این باعث خوششانسی و خوش اقبالی توی اون آدم میشده و مثلا میبینید ریشه و تاریخچه عظیم و عجیب و غریبی داره. ریشه ای داره که مثلا میتونیم توجه کنیم که ببینیم کی از کجا به وجود اومده. میاد تا میرسه به یک خاندانی که برای ما خیلی مهمه. ایرانیان باستان هم از این عطرها خیلی استفاده میکنن و حتی نقش مهمی رو داشتن. میگن هخامنشی ها استفاده که از عطر میکردن رو ما از متون پهلوی میدونیم و استفاده بیشترینی هم که ازش میدونیم و نمونه آثاری که داریم داریوشه. داریوش بزرگ علاقه خیلی خیلی زیادی به عطر داشت، حتی مثلا انقدری بوده که توی سنگ نوشته که ازش وجود داره، توی نقاشی هایی که ازش هست، این روی جایی نشسته و دستش دوتا گل معطر، یا مثلا توی نقاشی دیگه‌ای که وایساده کنارش دوتا قوطی عطر و پشت سرش که خشایارشاه پسرش هست دوباره دستش گل معطره. این ادامه پیدا میکنه تا دانشمندای ما، ابن سینا جدای از فلسفه‌ای که بلد بود و دانشی که داشت، این یک شیمیدانی هم هست و بود و با استفاده از تولید روش تقطیر الکل پایه‌گذار عطرهایی بود که الکلی بودن. می‌بینید اصلا هر چیز باحالی که تولید شده یه بخشش هم اینه که خب این الکل به وجود اومده، استفاده شده و تونستن ازش استفاده کنن. تو قرون وسطا هم همین بوده. مردم برخلاف چیزی که فکر می‌کنیم که تو قرون وسطا همش تلخی و بدبختی و قحطی و کشته شدن وجود داشته، تو اون هم از عطرها استفاده می‌شده. تو زمان قرون وسطا، من اینو توی ویدئو تا اون توضیح دادم، میذارم اینجا یا اینجا نمیدونم، ببینید حتما اون ویدئو رو. اینا چون تا اون مواجه بودن باهاش و تعداد کشته شده ها خیلی خیلی زیاد بود، بوی تعفن میومد و اینا فهم کردن تا اون داره از طریق اون بو منتقل میشه. به خاطر همین یک کیسه هایی رو، یک ظروفی رو، یک چیزای گردی رو با خودشون جابجا میکردن به اسم پوماندرها. اینا پر شده بود از گیاهان معطر، سرکه، مثلا چیزایی که بو بده که بتونه اون بوه رو از بین ببره. حتی اون لباسای عجیب و غریبی که اینایی که توی تا اون کار میکردن تو شهر میپوشیدن، اون لباسایی که شکل کلاغ و بدنه چرمی داره، توی بینی این کلاغ گیاهان معطر میذاشتن چون فهم کردن که با استفاده از بو این بیماریه داره منتقل میشه. این کارو میکردن و میبینید که تو اون قضیه هم بو مهمه. این کیسه با وجود اینکه اختراع خیلی های تک و خیلی هوشمندانه بوده، یک ظرف مدور حالا از چینی، چوب یا فلز ساخته شده که بتونه بوهای خوب رو جابجا بکنه و از طریق اون ما جلوی تا اون رو هم بگیریم، چی از این بهتر دیگه. تو اون سالا یه چیزی هم که خیلی جالب بوده ازش استفاده میکردن، انبر بوده. انبر یه گلوله روغنی موییه که نهنگ انبر اون رو ببخشید بالا میاره. این چیزی که متوجه شدن این از ماهی های مرکبه، از باقی مونده اسکلت ماهی مرکب به وجود میاد. نکته جالبش اینه که اینا فهم کردن که اون قدهه واقعا بوی خوبی داره و واقعا هم بوی خوبی داشت. اینش جالبه که شما میتونید از یک بخش یک جانور زنده یک بخش معطر جدا کنید. مثلا ما حتما مشک رو شنیدیم،
مشک عنبرین مثل عنبره. یا مثلا میگن خیلی ها میرن مایه ای که از قدرت مقعدی گربه ها ترشع میشد رو برمی داشتن به عنوان یک بوی تیز تندی استفاده میکرد. شما فکر کن بری در ماساژ بدی که اون مایه نه که بو بده، بشر به کجا میتونه برسه؟ نهایتا ایتالیایی های قرون وسطا تو هولوهوش سال 1600 تونستن کلون رو کشف کنن. جالبه اینجا شو گوش بدید، اصولا تو قرون وسطا تو قرن 14 اینا عطرهای بر پایه الکل اختراع شد. اصولا هم اول نفر که استفاده کرد ازش ملکه مجارستان بود، اصلا معروف شده بود این عطر به کوین آف هانگری واتر، که ایده این بود که اولین عطر بر پایه الکل بود و رایحه‌ای چیزی مثل نعنا، الکل و رزماری داشت. نهایتا تو قرن 17 ایتالیایی ها تونستن راز بزرگ ملکه مجارستان رو کشف کنن، عطرهای الکلی رو کشفش کنن، اختراعش کنن. مخترعش هم یک کسی بود به اسم جیوانی پائولو فیمینیز که اهل کلون بود. این شد که این عطرها بعدنها معروف شد به کلون و ما امروز به اسم کلون میشناسیمش. ایتالیایی ها خیلی نقش مهمی در انتقال و منتقل کردن این عطرهای برپای الکل داشتن، چون یه ویژگی خوبم که داشت این بود که اینا ضد عفونی کننده هم بود. یه کسی که خیلی نقش اساسی و جدی داره توی منتقل کردن این عطرها یه پرنسس ایتالیا، یه خانومی به اسم کاترین مدیچی، که این بعدنها تو یک قتل عامی نقش داشت و اینا. اونا منظورمون نیست و نمیخوایم بگیم، اما این رفت و شد همسر پادشاه فرانسه و این منتقل کردن با وجود این که مثلا این آدم به عنوان یک آدم سرد و اینها معروف بود، یک شهرت دیگه هم که داشت این بود که دستکش های عطرداری رو می پوشید. یه دستکش هایی رو می پوشید که عطرهای مختلفی داشت و نشان اشرافیت بود. اون زمان بوگاتی وجود نداشت، اون زمان مردم برای نشون دادن ثروتشون یاک نمی خریدن، نه، یک دستکش هایی رو می پوشیدن که عطر داشت و این نشانه پولدار بودن بود. بعدنها معروف شد که این شاهزاده با اهدای یک دستکشی به یک نفر دیگه‌ای که سمی بود اون آدم رو کش. البته خیلی ها میگن این نقل قول درست است، ولی با این وجود نشوندهنده اینه که این آدم به این دستکش ها و اضافه کردن یه چیزایی به این دستکش ها به شدت علاقمند بوده. و قطعا ناپلئون یک مصرف کننده افراطی عطر بود. این میگن در ماه 50 بطری عطر سفارش میداده. میگن عطر سازش میگفت تو یک دوره 3 ماهه یه بار این به من سفارش 162 تا بطری عطر رو داد. اینقدر قضیه در مورد ناپلئون جدیه که میگن حتی این روی الکل موجود در این عطرها اووردوز کرده. این عطرها هم خب بالاخره الکل دارن و همین که باکتری ها رو از بین میبرن و این تو چون تو جنگ بوده با استفاده از این الکل ها و مقدار زیادشون مقاومت داروی خودش رو به این باکتری های بیماریزا از بین برده. پس در نتیجه تو فتح بزرگی که کل اروپا رو گرفته یه باکتری کوچیک اومده و نمرود زمان رو یک پشه‌ای گرفتار کرده و مبتلاش کرده و آخرم ناپلئون روی اتکلون، روی کلون، روی الکل داخل کلون اودی داده. استفاده از عطرها همیشه برای شاهزاده ها جذاب بوده، چه توی عود، چه توی اون کیسه های چینی ها و چه در نهایت توی اون پوماندراها یا در نهایت کلون ها. اما چیزی که جالبه اینه که هنوز هم درسته این عطرها یک کمی برای ما لاکچری بازی و اینها هستن، ولی خیلی جا نیفتاده و تو رو حضرت عباس بیاید جا بندازیم که آدم ها در این فصول گرم سال از این پدیده زیبا و جذاب علمی استفاده کنن. اونجوری خیلی دنیای بهتری خواهیم داشت و اگه فهم کنید که باید استفاده کنن و اینجور چیزها، حتما سعی کنید این ویدئوها رو برای آدمایی که فکر می‌کنید جالبه و استفاده نمی‌کنن پلی بکنید که آقا 300 سال ما ناپلئون رو از دست ندادیم که شما تو مترو این کارو نکنی و یک
چیزی استفاده نکنید. در نهایت اگر فهم کنید ویدیو جالبه حتما برای چند نفر بفرستید. اگر نظری چیزی دارید در مورد عطرها، در مورد چیزی که فهم کنید باید ویدیو در موردش بسازیم، حتما برای ما کامنت کنید. ما خیلی خوشحال میشیم که ویدیو بسازیم و خیلی خوشحال میشیم که آدمایی که اگزون رو میبینن رو بیشتر جذب کنیم. من جواد آزادی بودم، این یکی از ویدیوهای اگزون بود. ممنون که نگاه کردید.